به نام خدای یکتا و مهربان، بنده ارجمند و گرامی تلویزیون جهانی امید 24، سلام های ما تقدیم تک تک شما عزیزان بیننده باد. برای شما آرزوی سلامتی، تندرستی و موفقیت در زندگی از دربار خدای بی نیاز میکنیم. دور از تمام امراض بخصوص کرونا باشین و به وطنداران دردمند خود در داخل کشور دعا میکنیم که الله پاک هر چیز در اونا را شر تمام مصائب نجات بده، بخصوص در شب عید سید قربان. خوشحال هستیم که بار دیگه با تقدیم برنامه سخن روز مهمان خانه های شما سروران گرامی هستیم و امروز جمعه 8 ماه جولای است، 2022 میلادی، ساعت 32:01 دقیقی بعد از ظهر به وقت تورنتوس، و تکرار برنامه را معمولا شما ساعت 8 شب به وقت تورنتو میبینین. خب بیده گرامی، تشکر میکنم، سپاس میکنم، ممنون تک تک شما عزیزانی که وقت میگذارین، تماس میگیرین، پیام میگذارین، در یوتیوب برای ما مینویسین، ممنون شما. من مجبور هستم هر روز من حیث یک مسئولیت تشکری را از شما عزیزان کنم، و امو بارها گفتیم که پیام های شما، محبت های شما به اصطلاح انرژی مثبت است برای ما که مرا مخصوصا فعالتر می سازه، با انرژی تر می سازه تا بیشتر تلاش کنیم، کار کنیم، زحمت بکشیم تا اعتماد شما اموطنان گرامی خود داشته باشیم. اعتماد به این که امین که ما با صداقت وقت می گذاریم، از تمام مثلا کارهایی که در زندگی روزمره در کانادا هست و همگی به متوجهیم خود یک طرف میذاریم و برنامه سازی میکنیم برای تلویزیون، فقط هدف ما امیست که اینمی صداقت ما، اینمی امانتداری ما را شما هم قبول کنین، و هیچ هدف دیگه هم ما دنبال نداریم و هیچ وقت هم به اصطلاح تلویزیون وسیله برای امرار معیشت نساختیم، نمیسازیم، فقط یک احساس و یک انگیزی در برابر وطن و مردم ما، چی در اینجا چی در افغانستان، یکی چقدر محصر هستیم، چقدر کارهای خوب انجام میتیم، این قضاعتش به خاطر شماست. ولی شب وقتی که میخوابیم وجدان ما برای ما میگه که راحت بخواب، آنچه را که لازم بود در برابر وطن و مردمت انجام دادیم. بیدگرامی امروز جمعه است و شب عرفه است. در این شب بازم از شما تقاضا میکنیم که به خاطر وطن و مردمتان دعا کنید تا وطنان ما از این مصیبت خلاص شد. البته امروز هم مطالب جالب و متنوعی رو برای شما انتخاب کردیم، فردا هم احتمالاً برنامه می داشته باشیم. اما اینکه ما برنامه در نوروز برنامه نداشتیم، در عید رمضان برنامه نداشتیم، برای فردا هم برنامه نداریم، خب مزدت ما رو پذیرین. برای شما ما عید خوب و خوش آرزو میکنم. من میگم که دشمنا همیشه تلاش میکنن که ما را در گلیم غم بنشانن، ولی ما دوست داریم که هموطنان ما با وجود تمام مشکلات دلهایشان شاد باشه، گرچه که ما به اصطلاح یک دلشادی نداریم که خودش دلشاد احساس کنیم و یا فراموش کنیم غمها را، ولی باز هم ما فعلا با مو فرد از شعر علی شاه احمدی اکتفا میکنیم که به شهر سوگواران سیاپوش چسان گویم مبارک عید یاران، خبر آمد ز راهی دور بر من که شهر آرزویم در گرفته. و اما فردا اول عید سید قربان است. پیش از اینکه به بینگرامی به مسئله عید بپردازیم، از مشکل بسیار عمده که فعلا در کانادا اتفاق افتاده یادآوری میکنیم، بعدا در رابطه به این تصفت میکنیم و عدروب پراگنی های طالب ها هم برای شما میگیم. امروز صبح وقتی که شما از خواب بلند شدین متوجه شدین که تلفون هایتان کار نمیده. بله، شبکه راجرز با مشکلات فنی مواجه شده.
قطع شدن سیستم راجرز تمام کانادایی ها را در سراسر کشور تحت تاثیر قرار داد و بسیاری از مردم امروز جمعه از خواب بیدار شدن متوجه میشن که خدمات بی سیم و انترنت و حتی تلفن آنها قطع شده. علت این مشکل در حال حاضر ناشناخته است، اما تایید شده است که این مشکل بر مردم سراسر کشور تاثیر میذاره، این در سر تا سر کانادا است. اما در توییتر راجرز آمده است که ما میدانیم که حفظ ارتباط برای مشتریان ما چقدر مهم است. ما از مسائلی که در حال حاضر شبکه ایمان را تحت تاثیر قرار میدهد آگاه هستیم و تیم های ما کاملا درگیر حل مشکل در اصل وقت هستند. ما همچنان شما را در جریان خواهیم گذاشت، زیرا اطلاعات بیشتری برای به اشتراک گذاشتن داریم. به نظر می رسد این مشکل حدود ساعت 4 صبح به وقت کانادا، یعنی به وقت تورنتو بگیم، آغاز شده است. هنوز جدول زمانی برای بازیابی خدمات ارائه نشده است و بازم به نظر می رسد که تاخیر در سفر، یعنی سر پروازهای کانادا هم تاثیر خود کرده. تاثیر در سفر، لغو پروازها، گم شدن بکس‌ها و اکنون برقراری ارتباط با ایر کانادا از جمله نگرانی هایی است که مسافران در امین روز که کاربران راجر در سراسر کشور دچار قطع شدن این تجربه می کنند. امیدوارم که مشکل هر چیز زودتر رفع شود و برای معلومات هموطنان خود در صفحه افغان ها ما هر لحظه مسئله را دنبال میکنیم. در فیسبوک ما یعنی افغان کمیونیتی این تورنتو و شما را در جان قرار میدیم. عید قربان که فردا هست و در سر تا سر جهان بعد از یک وقفه طویل مدت کرونایی بار دیگر تجیب و خصوص در عربستان سعودی با شکوی خاص تجیل میشه. عید قربان از عیاد مهم اسلامی و یاد آور اخلاص و بندگی حضرت ابراهیم علیه السلام در برابر پروردگار خیش است. آنجا که فرمان حق برای ذبح اسماعیل صادر شد و ابراهیم آن بنده فرمانبردار خداوند آماده اجرای این فرمان شد، ولی اسماعیل را به قربانگاه برد و کارد بر القومش گذاشت، ولی ندایی رسید که ای ابراهیم، از عده این آزمون الهی برآمدی، دست نگهدار که فرمانبرداری خیش را به درستی اثبات کرده ای. این روز روز عید و خوشحالی و سرور است، زیرا علاوه بر این که بنده مخلص از آزمون دشوار سربلند برون آمد و بندگی خیش را در پیشگاه خدای بزرگ ثابت کرد، گروه حزیم از بندگان مخلص خدا به او تحصیل جسته به زیارت خانه خدا میشتابند و مراسم منا و از جمله قربانی را انجام میدن. اما در اصل فلسفه عید قربان یک اصل مهم دیگه هم داره. چی هست؟ در اصل فلسفه عید قربان به مسلخ بردن شهوات نفسانی است که باید آن را به قربانگاه ببریم و در پیشگاه معبودمان از بین ببریم، که یعنی به فکر میکنم به عوض از اینکه ما در فکر قربانی کردن گاو یا گوسفند هستیم که باید انجام بدیم، چون فلسفه عید قربان است. اما به این معنی نیست که خود ما ز خود نرفته بیرون به کجا رسیده باشه، که ما هنوز از خود بیرون نشدیم و قربانی میکنیم، الله خدایات میکنیم، ولی ذهن ما، فکر ما، یعنی کل ما تابع خواهشات نفسانی هستیم. به این خاطر میگن که در اصل فلسفه عید قربان به مسلخ بردن شهوات نفسانی است که باید او را به قربانگاه ببریم و در پیشگاه محبود خود از بین بریم و تعهد کنیم که دیگه با نفس میبریم. اما بنده از شعر سایلی است که غرق کن فرعون نفس خیش را، محو کن فکر خطا اندیش را. وقتی که ما فرعون نفس خود غرق کنیم و فکرهای خطا اندیش از خود دور کنیم، یقینا
باور کامل داشته باشیم هموطنان گرامی که ما مستقیما به جادی انسانیت پا میساریم و راهی را میریم که راه رضای خالق یکتاست و راه رضای بندگان است که الله پاک را خلق کرده. چون خلق نیکو، رفتار نیکو، گفتار نیکو چیز است که هم خالق بار خوشش میه و هم مردم خوش میه. پس به این که در این اید تعهد کنیم که ما هم بسیاری از شهوات نفسانی، بسیاری از خواستهای نفسانی خود از بین ببریم، یک پاک سازی کنیم، به اصطلاح درون خود پاک کنیم، فکر خود پاک کنیم و بیندیشیم به این که ما چی نیاز داریم، نیاز اصلی ما در زمان چی هست. و از دید من نیاز اصلی به همیست که ما اید آنچنانه که هست باید تجلیل کنیم، نه به این معنی که ظاهرا روی کسی را ببوسیم، دست بدیم، ولی وقت رو گشتاندیم بگیم چند دشنام و نسار و نفر کنیم. میگه دلهای خود پاک کنیم، کینه ها و کدرت ها و دشمنی ها و اینا را از دل برون کنیم، به جایش تخم محبت، تخم دوستی، تخم عشق، محبت بکاریم و به سوی همدیگر و به سوی یک هموطن و یک برادر نگاه کنیم. که این یک ضرورت است که ما میتونیم که امطور که پیشتر در بالا گفتیم که اید قربان یعنی به مسلخ بردن شهوات نفسانی است. ما هم فردا میتونیم که تمام اینوی فکرهای خطا و فکرهایی که ما را به مصیبت و بدبختی کنده به مسلخ ببریم و تمام ازیرا قربانی کنیم و در عوضش محبت و عشق و دوستی و هم دیگر پذیر را جا بدیم. اینجاست که ما هم ایده تجلیل کردیم، هم خود آماده ساختیم بر از این که یک دیگر خود به آغوش بگیریم و متحد و یک جا به فکر ازی باشیم که چگونه میتونیم مصدر خدمت و بینواترین مردمان تاریخ که هموطنان ماست که سختترین و سیاهترین و دشوارترین روزهای زندگی خود سپری میکنن، میتونیم که چگونه مصدر خدمت به اونا میشیم. این اید رمضان، اید قربان و نوروز و روزهایی که میگم باید ما خود آماده برای تغییر بسازیم، آماده برای پذیرش بسازیم، آماده برای از بین بردن فاصله ها بسازیم. ایست فلسفه غیر از او تجلیل کردن از ای در خانه خود نشستن و دلهای ما پر از کینه و کدورت و دشمنی و اینا باشه، تجلیل نکنیم بهتر است. اصلا فراموش کنیم که ایده هست، اصلا فراموش کنیم که در اینجا چه فلسفی نفته، بریم به زندگی عادی خود. و غیر از وقتی که ما تجلیل میکنیم، وقتی که ما میریم به طرف از این که اون چیره که برای ما به میراث گذاشته شده او را تجلیل میکنیم، باید فلسفیش هم بداریم. امروز روز عرفه است بنده گرامی، با خواندن دعای عرفه به شناخت خود نزدیک تر میشیم، از خدا آموزش طلب میکنیم، نفس و اعمال دنیوی خود را قربانی میکنیم و با خدای متعال نزدیک تر میشیم. این چه دعایی بسیار خوب است. چون میشه که با ما یک جا همیره تکرار کنیم، بسیار ساده است. روز عرفه با خواندن دعای عرفه به شناخت خود نزدیک تر میشیم. تا که خود نشناسیم خدا را نمیشناسیم. وقتی خدا را نشناسیم خلقش هم نمیشناسیم. مثل طالب ها وره که نه خدا را میشناسن، نه قرآن را میشناسن، نه خلق را میشناسن. شب و روز با استفاده از ماسک دین بر بندگان خدا اینا ظلم رو میکنن. از خدای بزرگ آموزش طلب میکنیم، نفس و اعمال دنیوی خود قربانی میکنیم و به خدای متعال نزدیک تر میشیم. و بار دیگه بینده گرامی، پیشا پیش فرا رسیدن عید سید قربان، بنمایندگی از تلویزیون امید 24 برای شما تبریک میگیم. ایام خوب و خوش و آرامی را برای شما آرزو میکنیم و امیدوار هستیم در این ایام، در این روزها بیشتر از این که در فکر خود باشید، در فکر اون داغ دیده های تاریخ، محروم ترین مردمان تاریخ باشید.
چگونه میتونیم لقمنان از خود نیم کنیم و نیم از این چگونه به او بینوایان تاریخ برسانیم. نی فکر نباشین که بیگانه ها مردم ما را کمک میکنن. بیگانه ها در 43 سال پسین ثابت ساختن که بزرگترین دشمن بشریت یعنی بر ما هستن. ام بیگانه ها دیدیم از سرخ تا زرد و از سیاه و سفید و سبز و همیشه دیدیم، تجربه کردیم. 20 سال پسین ما فکر کردیم که طلایی ترین دوران زندگی مردم ماست. ما فکر کردیم که دیگه با رنج و با غربت و با فقر و با تیدی و با احتیاج همه چیز بریدیم. اما در پایان دیدیم که نه خیر، این هنوز آغاز است. آغاز مصیبت است توسط کسانی که برای ما مصیبت خلق میکنند، توسط کسانی که خوشبختی خود در بدبختی ما جستجو میکنند. پس هیچ وقت منتظر از این نباشین که بیگانه ها مرهم بر زخمای مردم ما میشه، مگر اینکه خود ما در برابر وطن و مردم خود احساس مسئولیت بیشتر کنیم و بشتابیم به یاری وطنداران خود. ما همیشه گفتیم که ضرور نیست که اگر از قندهار رستیم ما تنها به قندهار بیندیشیم یا از شمالی سیم به شمالی و یا از هر گوشی وطن. در هر گوشی وطن ما مردمان ورد سرزمین ما هموطن، خواهر و برادر من و دوست. در هر کجایی که بتوانیم شما بیاری وطنداران خود بشتابیم، باور کنید که عضو از خانواده خود کمک کردیم. شما کمکتان کنین، باور کنین که الله پاک اجر شما رو میده. بار بار یقینن که همگی تجربه کردین که اگر شما دست خیر داشتین، البته دست خیر بی توقع، الله پاک اجرش بر شما داده. پس بینده گرومی، و عادت ماست که هر مسئله که باشه میگم با او وطن و با او مردم بیندیشین، الله پاک شما رو اجر نصیب میکنه. و وطن میریم و چند گزارش از کشور تبدیل شما میکنیم. یکی از بهانه‌هایی که جامعه جهانی ظاهرا در اختلاف با طالبا ولی بر بقای طالبا گرفته، خب متوجه باشین ظاهرا در اختلاف اونی در اصل بر بقای طالبا گرفتن، مشکل زنان افغانستانه. زنان از اجتماع دور شدن، زنان به انزوا کشانده شدن، زنان از تحصیل محروم مانده. و دیگه هیچ چیزی را جامعه جهانی، چی امریکان، چی انگلیس، چی اروپا، چی کانادا، هیچ کدام از اینا دیگه چیز بهانه نکردن. و یک بهانه است. ای که روزانه ترستان سیاه دل چی جنایات را در کشور ما انجام میدن، هیچ کسی نیست که یادت کنه. گاه گاه ملل متحد و سازمان های حقوق بشر اینا گزارش های نشر میکنن، ولی گزارش ها باید حواس به اصطلاح که کسی به او توجه نداره. و اگر توجه میکردن آیا واقعا این تروریست ها را حاکم بر سرنوشت کشور ما میساختن؟ نه خیر. جنایت، قطع های دست جمعی، قتل هایی که تازه شما میبینید که وقت ندارن برای گور و کفن اینا، فقط سر میبرن و به دریاها نجات میدن که صد جسد شما دیروش اینه که تنها در نرگرها رو بودن. و هر روز مردم از دریای پنشیر میگن که ما اجساد را پیدا میکنیم. تمام این جنایات جامعه جهانی و امریکا و سیاست مداران ما و شما و کسایی که ظاهرا در اختلاف با طالب است ولی در اصل بر بقای امی رژیم خونخوار کار میکنه، تمام اینا همه چیزها رو فراموش کردن. این جنایات و قتل های دست جمعی و کوچ های اجباری و مستقیت ظلم های از اینا رو، فقط حقوق زنار تمیشه. و طالب هم میفهمه. خب طالب آدم نیست که بفهمه، ایوانات هستن که به کرایه گرفته شده. ولی کسایی که طراحان هستن میبینن که اینمی مردم افغانستان پشت خونریزی را اینا نمیبینن، قتل اینا نمیبینن، غارت طالب اینا نمیبینن، جنایت طالب اینا نمیبینن، ظلم طالب اینا نمیبینن، هزارها مصیبت بدبختی دیگه که اینا کردن این نمیبینن. فقط یک چیز قایم گرفتن، درهای مکاتب برای دخترها باز کنین، برای زنها اجازه بدین.
آیا تمام مشکلات و بدبختی و خونهایی که ریخته میشه و جنایاتی که در این وطن صورت میگیره، کوچای اجباری صورت میگیره، هیچ کدام از اینا ارزش نداره؟ این انسان ها هیچ ارزش نداره؟ فقط حقوق زن ها برات ده اینجا. تا چه زمان شما سیاسیون ما با کلمات بازی میکنین و با سرنوشت یک ملت بازی میکنین و فقط تلاش میکنین به خاطر از اینکه شاید نسبت های با انمی رژیم داشته باشین، وابستگی های داشته باشین، با شکل از اشکال راه را برای استقرار رژیم باز میکنین. ما میگیم که بنده‌گرامی دل کسی که ناراحت میشه، ما میگیم که درهای مکاتب بسته کنین، هیچ حقوق هیچ کسی را تامین نکنین، ولی دیگه ظلم نکنین، خون نریزین، بازی از در سرنوشت ملت ما دست بکشین و بگذارین که مردم خودشان تصمیم بگیره. شما کی هستین؟ یک مشت انسانای اجیر شده استخدامی که فقط برای تبایی و بربادی ملت به نام طالب آمدین. ما باید برای تغییر ساختار این رژیم کار کنیم، برای از اینکه این رژیم از بین بره کار کنیم، نه ای که برای بقای از این کار کنیم. بگیم زنها را اجازه بدین، ما دیگه شما با شما هیچ مشکل نداریم. حالا چی میگه رئیس شورای علمای طالبان؟ رهبر ما مخالفت ندارد مکاتب دختران بسته باشه، بزودی مکاتب باز میشه. این مکاتب دختران فردا باز شد، با شما چی میگین؟ دیگه ای که جنایت صورت میگیره مهم نیست، ای که مردم ما قتل عام میشه مهم نیست، ای که ده ها نفر رودانه در دریا غرق میشه مهم نیست، فقط درهای مکاتب باشه. همین کدوم منطق داره؟ شما خود تنویر منطقش رو برامون لطف کنین بگین. فقیرالله فایق رئیس شورای علمای طالبان گفته که بطلای آخوندزاده سردسته طالبان با گشایش مکاتب دختران مخالفت ندارد و دروازهای مکاتب به زودی برای دختران باز خواهد شد. رئیس شورای علمای طالبان در مصاحبه به صدای آمریکا گفت که یگانه علت باز نشدن مکاتب دختران این است که صنوف آنان باید جدا باشد. این در حالی است که در طول دو هفته گذشته مکاتب دختران و پسران جدا بوده و تا اکثریت استادان و مامورین مکاتب دختران نیز زنان بودند. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در ماه آگوست سال گذشته، دروازهای مکاتب متوسطه و لیسه برای دختران مسدود بود. فایق گفت تمامی وزیران و بزرگان ما به این قائلند و انشالله امروز یا فردا مکاتب دختران گشایش خواهد یافت، حتما گشوده خواهد شد. اما او زمان و تاریخی را برای بازگشایی این مکاتب مشخص نکرد. طالبان پیش از این نیز گفته بودند که به دلیل مشکلات اقتصادی و امنیتی و مساعد نبودن شرایط مکاتب دختران را مسدود نگه داشتن و با حل این مشکلات مکاتب بازگشایی خواهند شد. رینا امیر نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان درست پیش گفت که هیچ مشکل تکنیکی یا لوجستیکی وجود ندارد که مانعی رفتن دختران به مکتب شود و طالبان فقط میخواهند جلوی فرصت‌های کاری و آموزشی زنان و دختران افغان را بگیرند. حکومت طالبان چند پیش نشست بزرگی از علما را راه اندازی کرد تا در مورد مشکلات کنونی افغانستان بحث صورت گرفته و به آن رسیدگی شود. انتظار می‌رفت که در خصوص گشایش مکاتب دختران نیز در آن نشست تصمیم اتخاذ گردد، اما در قطع نامه آن نشست فقط اشاره زمینی به آموزش دختران شده بود. فقیرالله فائق ولی ادعا میکند که در جریان نشست علمای دین به رهبر طالبان پیشنهاد شد که مکاتب دختران باید بازگشایی شد. با آن هم او نگفت که ایبتالای آخون به این پیشنهاد علما پاسخ را کرده است یا نه. اما سردسته طالبان در جریان صحبتش به اشتراک کنندگان در خصوص مکاتب دختران چیزی نگفت. اظهارات رئیس شورای علمای طالبان در مغایرت با صحبتهای وزیر معارف حکومت طالبان قرار دارد. گفته است که به دستور بزرگان گروه طالبان مکاتب دختران تا امر ثانی مسدود خواهد بود. این در حالی است که پیش از این شیر محمد استانزی خلقی شناخته شده معاون وزارت خارجه طالبان با انتقاد از رهبران این گروه گفت که به دختران افغان حق آموزشان داده نشده است. او گفت بر ما لازم است که برای هر فرد این کشور اگر مرد است یا زن زمینه آموزش را فراهم کنیم. این حق طبیعی آنها است، حق اسلامی و شرعی آنها است. جامعه جهانی از طالبان میخواهد تا به حقوق بشری مردم افغانستان به ویژه اقلیت‌ها زنان و دختران احترام گذاشته و به زنان و دختران زمینه کار و آموزش را فراهم کند. اما طالبان به شمار اندکی از زنان در برخی از سکتورها اجازه کار داده و مکاتب متوسطه و لیسه را برای دختران مسدود کرده است. ماه آینده از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان یک سال سپری میشود، اما این گروه تاکنون برای بازگشایی مکاتب دختران کدام طرح مشخص ارائه نکرده. طالبان در حکومت قبلیشان از 96 تا 2001 نیز زنان را به طور گسترده از حق کار و تحصیل محروم کرده بود. قتل و غارت طالبان در بلخاب و آوارگان مرگ
گزارش از استودیو 24 در این رابطه خدمت شما تقدیم میشه که بعدا دوباره برمیگردیم با اون باشین. اخبار رسانه های داخلی افغانستان از پیامدهای حمله طالبان به اولسفولی بلخاب واقع در ولایت سرپل هولناک است. منطقه واقع در شمال افغانستان که ساکنان آن از اقلیت هزاره هستند. گزارش ها آکی از آن است که پس از جنگ نیروهای طالبان با نیروهای مولوی مهدی در اواخر ماه جون که کمتر از یک هفته طول کشید و به شکست این فرمانده هزاره انجامید، آنچه اکنون روی می دهد مرگ و غارت و آوارگی بیشتر است. این جنگ خونین پس از آن شروع شد که مولوی مهدی سرانجام به دلیل اعتراض به تقاومی بودن حکومت طالبان از این گروه جدا و در زادگاهش در این منطقه مستقر می شود. پس از آن حکومت طالبان با هدف سرکوب نیروهای او به اولسفولی بلخاب لشکر می کشد و در نبرد کوتاه سربازان مولوی مهدی را شکست می دهند. نیروهای طالبان سپس وارد بلخاب شده و در حالی که مولوی مهدی و مردانش متواری شدند، قتل و غارت و خشونت گسترده علیه ساکنان بیدفاعی این ولسوالی و روستاهای آن را آغاز می کنند. حاصل این رفتار فرار گسترده غیر نظامیان به ویژه جمع بزرگ از زنان و کودکان و میان سالان به مناطق کوهستانی اطراف، آن هم بدون هیچ توشه برای ادامه حیات است. به نوشته روزنامه صبح کابل 90% از باشندگان ولسوالی بلخاب که حدود 1200 خانه میشد با کوهای اطراف آن متواری شدند و دیگر رسانه‌های محلی این کشور نیز از تلف شدن کودکان بسیاری به دلیل چندین روز گرسنگی و تشنگی خبر دادند. دفتر سازمان ملل متحد برای هماهنگی امور بشر دوستانه نیز در گزارش شمار آوارگان درگیری‌های اخیر در این منطقه را بیشتر از 27,000 نفر اعلام کرده است. طالبان تمام امکانات ارتباطی و مخابراتی میان این ولسوالی با دیگر مناطق کشور را قطع کرده است و به همین دلیل از سرنوشت ساکنان روستاهایی که به معاصره طالبان در آمده بودند و راه فراری نیافتند نیز هیچ خبری در دست نیست. برخی گزارش های محلی آکی از آن است که در اولین هفته تسلط طالبان بر این ولسوالی دست کم 50 غیر نظامی توسط نیروهای آنها کشته شدند و تاکنون بیش از 30 کودک آواره نیز به دلیل گرسنگی و سرمای کوهستان جان خود را از دست دادند. گزارش ها همچنین حاکی از تحرز جنسی نیروهای طالبان به کودکان دختر در این منطقه است. اقدامی که به نوشته وبسایت اطلاعات روز باعث شده برخی خانواده دخترانشان را با هدف نجات از دست نیروهای طالبان به اجبار به عقد مردان درآورند. شرایط سخت در حال بر زندگی آوارگان بلخاب حاکم است که هیچ گروه امدادرسان نیز در منطقه وجود ندارد و بر اساس ادعای برخی کاربران رسانه اجتماعی طالبان گروه امدادی را تهدید به زندان و شکنجه در صورت کمک به آوارگان کرده است. کمیسیون حقوق بشر افغانستان در بیانیه اخیر خود از کشتار و تیرباران افراد غیر نظامی همچنین به آتش کشیدن خانه ها و قتل اسرا در این منطقه خبر داده و عفو بین الملل نیز از طالبان خواسته است اعدام های صحرایی و سایر موارد نقض حقوق بشر در این ولسوالی را متوقف کند. با این وجود زبیولای مجاهد سخنگوی طالبان در واکنش به آنچی روی داده هر گونه اتهام درباره ارتکاب جنایت از سوی نیروهایشان در بلخاب را رد کرده و گزارش عفو بین الملل درباره قتل و غارت غیر نظامیان را بی بنیاد خوانده است. برنامه سخن روز در تلویزیون جهانی امید 24 تماشا میکنین. گزارشات از کانادا بخصوص از تورنتو هم داریم بیندای گرامی که در پایان برنامه تقدیم شما میشه و همچنین در رابطه به ادای نمازهای عید که فردا و پس فردا در مسجد امت نبوی و جامعه اسلامی برگزار میشه برای شما خود گفتیم. اما در این بخش توجه شما رو به افغانستان در یک نگاه جلب میکنیم. دوباره برمیگردیم. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز قطعنامه ای را تصویب کرد که آنچه را موارد نقض حقوق بشر زنان و دختران در افغانستان خوانده شده نکاهش می کند. در قطعنامه از طالبان خواسته شده است که از اقدامات محدود کننده دست بکشد. با گزارش خبرگزاری رویترز، واسلاف بالک سفیر جمهوری چک در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به نمایندگی از اتحادیه اروپا گفته است که از ماه آگوست سال 2021 وضعیت حقوق بشری در افغانستان به شدت وخیم شده است. طالبان تا هنوز درباره صدور این قطعنامه تبصره‌ای نکردند، اما پیش از این در پیام ایدی ابتلا آخوندزاده
سردسته طالبان آمده است که آنان به تعلیم و تربیت توجه خاص دارند و در زمینه دادن حقوق عقی مردم متحد هستند. مارکوس پوتزل، معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، در پیام به مناسبت نزدیک شدن عید قربان گفته است که این سازمان شریک و حامی افغانها در تلاش هایشان برای دستیابی به ثبات، صلح دوامدار و یک آینده پر از سعادت برای همه متحد خواهد ماند. دفتر ایت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان به نقل از پوتزل در فیسبوک نوشته است که برای تمامی افغانها عید مملو از صلح و صمیمیت آرزو می کند. جبهه ملی آزادگان اعلام کرده است که در نتیجه حمله نیروهای این جبهه 17 جنگجوی طالب در ولسوالی خانواد ولایت کندز کشته شدند. در خبرنامه که امروز جمعه از سوی این جبهه به نشر رسیده آمده است که پاسگاه امنیتی طالبان در روستای نوابات و اندرابی های ولسوالی خانواد ولایت کندز مورد حمله قرار گرفته است. در خبرنامه آمده است که این حمله از سوی نیروهای ویژه عملیاتی نیروهای جبهه ملی آزادگان انجام شده که در نتیجه آن 17 جنگجوی طالب کشته و 18 تن دیگرشان زخمی شدند. جبهه ملی آزادگان گفته است که در جریان این حمله یک دیپوی سلاح طالبان در نوابات کاملا از بین برده شده و چندین حرات تانک و رنجر این گروه نیز تخریب شده است. منابع مردمی در ولسوالی بلخاب میگن که طالبان به باشندگان محل اجازه نمیدن که شماری از اجساد را دفن کنند. بر اساس معلومات منابع دست کم 15 جسد در مناطق قلعه گک، چایله، دهنه و خالر ولسوالی بلخاب روی زمین افتاده و طالبان به کسی اجازه نمیدن که آنها را دفن کنند. منابع میفزن که طالبان این افراد را نزدیک به 10 روز پیش کشتن و اینک اجساد آنان در هوای آزاد بو گرفته است. منابع هدف از ممانعت طالبان از دفن این اجساد را تحکیم وحشت بر مردم و مجازات باشندگان محل میدانند. گفتنی است که بر اساس گزارش سازمان های معتبر بین المللی طالبان در ولسوالی برخاب مرتکب جنایت جنگی شده و مردم ملکی را آواره و شکنجه کرده و به قتل رسانیدن. برمیگردیم به خبرهای از کانادا. خبر اول برای شما جالب نیست. بازگشت به پوشیدن ماسک دوباره. موج جدید کووید 19 در اونتاریو باعث میشه که کارشناسان علم و سلامت از مردم دوباره بخواهند که محافظت های را دوباره اضافه کنند. و چیز که برای فعلا گفته شده که احتمالاً از مردم خواسته خواهد شد که در مناطقی که بیروبار است، تعداد زیاد مردم وجود داره، مخصوصا مرکز سرپوشیده، این شاید محافل عروسی و کنسرت ها و اینا، در این جایا دوباره احتمال پوشیدن ماسک موجود است. ولی خبر دوم برای شما بازم جالب نیست. قیمت تیل در آنتاریو همچنان در نوسان است و در آغاز روز شنبه 7 سنت دوباره افزایش پیدا میکنه. قیمت هر لیتر تیل از صبح امروز در اکثر تانک های تیل ترانتوی بزرگ پس از 12 سنت کاهش در روز پنجشنبه $1.76 بود. راجر مک نایت، تحلیلگر ارشد تیل، به سیتی نیوز گفته که قیمت تیل در روز شنبه 7 سنت افزایش میکنه و به $1.83 در لیتر افزایش میابد. خب این بود که خبرهایی که از کانادا. و اگر قرار است که تانک و تین محترتان پر کنین، امروز برین پر کنین، ادخل بازم در هر لیتر 7 سنت زیاد است. خب خدا زیاد نیست افود نمیکن، ولی بازم در این شرایط کنی که برای خود اقتصادی برابر هستیم و وضع اقتصادی خوب نیست، 1 سنت هم 1 سنت است، یادتان باشه. فردا در مسجد امت نبوی 3 نوبت نماز ادا میشه. نماز اول ساعت 7:30 صبح است که به امامت مناسب بلال است، زبان انگلیسی است، و شما وقت‌تر میرین، یعنی وعظ و پیام های تبریکی از ساعت 7 شروع میشه و ساعت 7:30 صبح نماز اول ادا میشه و متو ساعت با
بعد از ساعت 7:30 تمام میشه، دوباره برای جماعت دونک ساعت 9 صبح صورت میگیره، آمادگی ها صورت میگیره. متو حالا پیش از ساعت 9 بازم وعظ است و پیامای تبریک است و جمهوری آن است و گزارشات مسجد است و نماز جماعت سوم ساعت 9:30 صبح ادا میشه. یعنی در سه نوبت نماز در مسجد امت نبوی ادا میشه. دیگه جای برای ما اطلاعی روان نکردن بی نگرمی تنشک تنبایی که ما از مسجد نبوی و جامع اسلامی اعتقاده و اگر از دیگه جای هم می بودن ما بر شما اطلاع رسانی میکردیم. و اما نماز عید در جامع اسلامی افغانهای کانادا واقع 22 ابسن اوینیو بر روز یک شنبه 10 جولای ساعت 9:30 صبح ادا میشه. در اطلاعی جامعه اسلامی افغان آمده که جامعه اسلامی افغان کانادا فرا رسیدن عید قربان، عید ایمان و بندگی را پیشا پیش به شما و خانواده گرامی تبریک عرض می‌نمایند. به اطلاع می‌رسانند که نماز باشکوه عید به امامت جناب دکتر مسعود ادیب بر روز یکشنبه 10 جولای ساعت 9:30 صبح در جامعه اسلامی برگزار می‌شود. از همه خانواده محترم برای اشتراک در مراسم باشکوه عبادی اجتماعی دعوت شده است. از آنجایی که پیش بینی می‌شود جمعیت زیادی برای نماز عید داشته باشیم، لطفا در وقت تشریف آوری با مسئولین پارکینگ همکاری لازم را داشته باشید. وعده دیدار یک شنبه 10 جولای. چیزی که بسیار مهم است بیندای گرامی است که فردا در مسجد امت نبویان که میرین، چون تعداد زیاد هموطنان ما، یعنی حداقل هر سال بیش از 10,000 هموطن ما و زیاد هم بیشتر برای ادای نماز به مسجد امت نبوی میرین، پس لطف کنین، محبت کنین، با مسئولین پارکینگ ها برخورد بسیار خوب داشته باشین و بر راهنمایی هایشان توجه کنین، به اعتنایی نکنین، با اونا برخورد درست داشته باشین، با زشتی برخورد نکنین. و دیگه ای که اگر از یک منطقه تا طرف مسجد میرین، کوشش کنین که در یک متر چندین نفر یک جا شوین و برین به مسجد برین و این شکل امو بیروبار هم کمتر میشه. پیشا پیش بازم برنمایندگی از تلویزیون جهانی امید 24 فر رسیدن عید سید قربانه برای شما ما تبریک میگم. امیدوار هستم که ایام خوبی داشته باشین و برنامه های دیگه تلویزیون ها رو تماشا کنین. حتما برنامه های خوب تفریحی دارن. ما هم موسیقی داریم برای شما، احتمالا مصاحبه های داشته باشیم، ولی نه به اون اندازه که دیگه تلویزیون ها که رقص و پایکوبی چیزا دارن ما نداریم، ولی شاید برنامه های بعدی انشالله که برنامه های بهتر ایدی و اینا داشته باشیم. کانون خانوادگی تان گرم و امیش سبز باشین، یادتان باشن هر چوی کستین با ما باشین تا همه یک جا باشیم. تا دیدار بعد، حافظ حقی نگهداری یک و یک شما باد.